حکم دادگاه شهر دوشنبه درباره عزت امان امروز 19 اکتبر صادر شد. دادگاه عزت امان را بر اساس ماده 247 قسم 4 یا قلابه در حجم مخصوصا کلان گناهکار اعلام کرد، هرچند پیوندان این حامی حقوق مهاجران پیشتر این دعوا را رد کرده بودند. سیبرهان شریف و وکیل دفاع عزت امان پس از اعلان حکم در صحبت به رادیوی آزادی گفت حکم دادگاه شهر دوشنبه غیر قانونی است و از روی آن شکایت میبرد. ما هرم برای ما شکایت نکنیم، حکم رو غیر قانونی هایی در یکان قانون های عمل کننده و سنده های میاری وقتی درست همیه ما شکایت نکنیم. من حالا که همین رو شکایت نمیبرم ایست. نظر دادگاه فعلا دسترس نیست. دادگاه شهر دوشنبه تا حال نگفته است که چرا با وجود جبران مبلغ دعواگران قانون عفو نسبت عزت امان تطبیق نگردید. ماده که عزت امان با آن گمان بر است شامل عفو می شود. پیوندانش گفتند با وجود آنکه به همه دعوا به ضد عزت امان راضی نیستند، به خاطر رهایی و پول را سپردند و منتظر آزادیش هستند. کاتبات دادگاه شهر دوشنبه هم روز 29 سپتامبر بر رادیوی آزادی گفته بود پس از پرداخت 1,090,000 روبل و 1000 دلار دعواگران، محاکمه عزت امان به پایان رسیده، نامش به عفو پیشنهاد شد. حامی حقوق مهاجران 7 ماه به این سو در بازداشتگاه است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو 25 مارس امسال از شهروندی روسیه محروم و سپس از قلمرو این کشور رانده شد. پس از یک روز مقامات تاجیکستان از بازداشت او در شهر دوشنبه خبر دادند. به اطلاع مقامات او بر اساس دعوای چند نفر بازداشت شده است. نزدیکانش اکثر دعواها را به پای دانستند. جانبدارانش باور دارند که حکم عزت امان انگیزه سیاسی دارد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.